دوستان و یاران مهربان و شنوندگان عزیزم، ناجوان مردی است چون جان و سیار و ماه یار، یار دارا بودن و دل با سکندر داشتن. یک رویی، یک جهت بودن، صداقت، صمیمیت اکسیر زندگی است. خب عزیزان من و دوستان گرامیم، دهمین برنامه از دوران طلایی رو براتون میخوام تعریف کنم. یادتون هست هفته قبل قصه ما به اونجا رسید که پیشوری در آذربایجان قیام کرد و ارتش شوروی از رفتن سپاه ایران به مقابله با متجاسرین جلوگیری نمود و آقای حکیمی نخست وزیر وقت ناگزیر شد به شورای امنیت سازمان ملل از مداخلات شوروی در ایران شکایت کند. ولی متاسفانه معضلات و مشکلات فراوان داخلی مملکت چنان همه‌گیر شده بود که هم دولت و هم مردم از هر جهت در مضیقه قرار گرفته بودند. به خصوص نبودن ارزاق عمومی، کم بودن نان، دولت رو سخت در تنگنا قرار داده بود و بالاخره عدم توانمندی دولت چنان او رو زیر فشار گذاشت که آقای حکیمی ناگزیر به استعفای از نخست وزیری شد. سر دل بودارد سفیر انگلستان در گزارش ویژه‌ای به وزارت خارجه انگلیس می‌نویسد حکیمی نه تنها نتوانست با شوروی‌ها کنار بیاید و آنها را راضی به تخلیه ایران کند، بلکه مخالفت انگلستان را هم با خودش برانگیخت. به ویژه که گرانی مواد غذایی چنان شد که مردم را به ستوه آورد. به علاوه مشکل عمده‌ای که وجود داشت تمرکزگرایی بیش از حد امور دولتی ایران بود که انگلستان و شوروی خواستار اعطای خودمختاری به همه استان‌های ایران شدند، به خصوص انگلستان علاقمند بود تا استانهای جنوبی کشور هر چه زودتر از قید تمرکزگرایی مرکزی رها بشوند، تا هر استانی خودش سررشته اداری استان را مستقلن در اختیار بگیرد، به خصوص مناطق نفتخیز که انگلستان آنها را علاقمند بود خود اداره کند. در همین اوضاع احوالی است که بی بی سی در دی ماه همان سال ضمن خبرهای ویژه‌ای خبری را اعلام میکنه به این عنوان که انگلیس و امریکا و اتحاد شوروی برای حل مسائل داخلی ایران و مشکلات به وجود آمده تصمیم گرفتند که یک کمیسیون سه جانبه در تهران تشکیل بدهند تا امور مورد نظرشان را بررسی نمایند. محققا این خبر یعنی تشکیل سه جانبه کمیسیون امریکا و انگلستان و شوروی، اون هم بدون حضور میزبان، یعنی بدون حضور ایران، خب البته
رجال و معمرین و مردم کشور رو سخت به وحشت انداخت و ترس عظیم ایرانی ها از این خبر و حضور قدرت های بزرگ از مداخله در امور داخلی ایران بدون مشورت با ایرانی ها اونها رو به یاد قرارداد 1907 و تقسیم کشور بین انگلستان و شوروی می انداخت و تقسیم کردن ایران بین خودشان ایرانی ها رو سخت متوحش کرده بود. این خبرها و اوضاع احوال به خصوص نمایندگان مجلس به وحشت دچار کرد. به این جهت گروه اقلیت به رهبری آقای دکتر مصدق پیشنهاد کرد که هرچی زودتر بایستی قبل از تشکیل کمیسیون سه جانبه انگلیس و شوروی امریکا ما یک دولت قوی و کارآمد در ایران داشته باشیم. به این نظر دکتر مصدق مورد تایید اکثریت هم قرار گرفت و مجلس قوام السلطنه رو برای نخست وزیری در نظر گرفت. اما گروهی از هواداران سلطنت و نمایندگان طرفدار سیاست انگلستان با انتخاب قوام السلطنه سخت مخالف بودند، زیرا قوام رو شخصیتی ضد سلطنت میشناختند. ولی اوضاع چنان آشفته شده بود که بالاخره اکثریت مجلس با قوام السلطنه موافقت کرد. در نتیجه رأی تمایل با یک رأی اضافی یعنی 50-1 به قوام داده شد. خب ولی قوام با این رأی بسیار ضعیف نخست وزیر می شد، یعنی 50-1، یعنی عملا یک رأی داشت. از این جهت او موقعیت خودش رو در پارلمان و آشفت بازاری که به وجود داشت می سنجید و به کلی نامطمئن بود و تصور نمی کرد که بتواند رأی اعتماد مجلس رو به دست بیاورد. حالا قوام السلطنه مردی است زیرک و آشنای به همه زیر و بم ها و آشنای به همه امور پرپیچ و خم. حالا او میدونه که پایان دوره 14 مجلس پایان دوره 14 مجلس روز 23 اسفنده و او با خودش میاندیشد که تا روز 20 اسفند فقط 40 روز باقیه و اگر او بتواند با یه برنامه ریزی دقیق اون چنان دفع الوقت کند و با پادشاه بر سر ترکیب کابینه‌اش 3 هفته چانه زنی نماید و به اصطلاح گفتگوها را چنان کش بدهد که به روز 20 اسفند برسد، موفق خواهد شد که مجلس رو در تنگنا بگذارد. خب این خودش یه فکریه. به این جهت با یه برنامه ریزی دقیق وسایل سفرش رو به مسکو فراهم میکرد تا برود و با مقامات شوروی رو در رو صحبت بنشیند تا شاید بتواند نتیجه مطلوب رو به دست بیارد. برای این کار از همان اولین ساعتی که به رأی تمایل دست یافت تعیین وقت کرد. در نتیجه روز 28 بهمن ماه کابینش رو به مجلس معرفی کرد. یعنی چون از قبل با مقامات شوروی قرار گذارده بود که روز اول اسفند در مسکو باشد،
خوب توجه کنید به زیرکی قاوم سلطنه. فقط یه روز وقت داشت که طبق برنامهش عمل کند. در نتیجه صبح روز 29 بهمن به سوی مسکو باید پرواز کند و از این جهت هیچ مجالی رو به مجلسیان نمیداد تا درباره برنامه های دولت یا ترکیب دولت و وزرایش صحبت کنند تا اینکه مخالف و موافق نظر خودشون رو بدهند تا بالاخره شاید به او رأی اعتماد بدهند یا ندهند. اما برای اینکه مخالفینش رو در تنگنا بگذارد اقدامات عجیبی کرد. مجلس در واقع ناگزیر شد. در فقط چند ساعتی که وقت داشت برای اینکه صبح روز بعد او پرواز میکرد به مسکو. به این جهت در واقع ناگزیر شد در همون چند ساعت وقت که دارد به ایشون رأی اعتماد بدهد. در نتیجه همونطور که خود آقای قوام سلطنه حد زده بود، او بله از 100 تن نمایندگان حاضر در مجلس 51 رأی اعتماد به دست آورد، یعنی فقط یک رأی بیشتر و اون نخست وزیر شد. اما قوام سلطنه طبق برنامه از پیش تنظیم شده با کمال آرامش و سر فرصت پرواز کرد و مجلسیان رو مات و متعیر نگه داشت و رفت تا با روزها با مذاکره بنشیند. روزهای زیادی رو اونجا مذاکره می کرد و در میان مذاکراتش طبق دعوت روزها ایشان ضمناً به یک سفر تفریحی در کیف رفت و خب می دونیم به اصطلاح وقت گذرانی می کرد. قوام سلطنه چون می دونست که نباید به هیچ وجه تسلیم روزها بشود، با آرامش و در این حال با احتیاط با آنها هر روز سر میز مذاکره می نشست و مطالبی رو میگفت و میشنید تا اون که بالاخره توانست نظر روس‌ها رو جلب کند به این موضوع که نمایندگان روسیه به تهران بیایند و دنباله مذاکرات رو در تهران ادامه بدهند. روس‌ها هم با این نظر موافقت کردند. اما در طی ملاقات‌های مکرر با سران دولت شوروی و طرح مشکلات موجود خواستار انجام دو امر مهم هم گردید: یک، تخلیه ایران از نیروی نظامی شوروی به موجب پیمان سه جانبه. دو، عدم پشتیبانی و حمایت روسیه شوروی از قدرت گرفتن خودمختاران متجاسر آذربایجانی. روس ها هم در مقابل این مطالب خواستار اکتشاف و بهره برداری از منابع نفتی شمال ایران بودند. حالا قوام السلطنه نخست وزیر روز 11 اسفند آخرین مذاکراتشون با دولت شوروی به اصطلاح به پایان برد و تا 11 اسفند قوام همچنان در مسکو بود، یعنی 20 روز بعد از اینکه مجلس به پایان رسیده بود و اینطور قرار مدار بالاخره گذاشتن که بعد از 2 هفته تخلیه قسمتی از نیروی شوروی از نواحی ایران مانند مشهد و شاهرود و سمنان و مناطق خاوری ایران شوروی ها اینا رو آغاز کنند. اما تعدادی از نیروهای شوروی در سایر مناطق تا روشن شدن اوضاع همچنان باقی بمانند.
در مقابل اینکه آنها تخلیه می کنند، ایران رو از قوام خواستند که یک، خود مختاری آذربایجان رو طبق قرارداد به رسمیت بشناسه، دو، امتیاز استخراج نفت شمال رو به شوروی اعطا کند و یا یک شرکت مختلط ایران و شوروی برپا کنند که نفت شمال ایران رو انحصارا در اختیار داشته باشد. قوام السلطنه زیرک که از جهت آذربایجان دست خالی مونده بود و در این حال هم میدونست که مسئله امتیاز نفت برای شوروی ها مسئله اساسی است و اگر روی امتیاز نفت به شوروی ها اونا رو سرگرم نگاه بدارد، میتواند هر طوری هست قضیه آذربایجان رو حل و فصل بکنه. به این جهت شروع به بازی کردن با اونا کرد تا آنکه آنها رو تقریبا خام بکند. به این جهت با آنها موافقت کرد که امتیاز نفت شمال رو به اونا واگذار کنه. خب اونا هم خیلی خوشحال شدن و بقیه قضایا رو هم تقریبا تموم شده می دونستن. اما قوام السلطنه گفت که اعطای این امتیاز یا ایجاد شرکت مختلط ایران و شوروی تنها از طریق تصمیم‌نامه دولت عملی نیست، موکول به تصمیم منجور شورای ملی خواهد بود که البته پس از افتتاح دوره 15 و طرح قضیه در مجلس صورت واقعی پیدا خواهد کرد. اما در مورد خودمختاری آذربایجان با قاطعیت با آن مخالفت کرد. روز 19 اسفند، یعنی تقریبا 20 روز است که مجلس به پایان رسیده، قوام السلطنه به ایران مراجعت کرد. خیلی خوب. وقتی که میخواست شوروی رو ترک کنه، با روسا قرار گذاشت که بقیه مذاکرات رو برای رسیدن و توافق نهایی در تهران با سفیر جدید شوروی انجام بدهد. اما به محض آن که قوام از مسکو خارج شد، دولت شوروی برای قبول تقاضاهای خودش دولت ایران رو سخت زیر فشار گذاشت و بر عده نفرات نظامی خود در ایران افزود. عده از نیروی نظامی خودش رو از طرف قزوین و سمنان جانب تهران حرکت داد و در کرج و گرمسار متوقف ساخت. حالا قوام السلطنه روز 25 اسفند، البته خیلی محرمانه که روسا نفهمند که از جانب او داره این کار انجام میشه، از آقای حسین علا که سفیر ایران در امریکا بود درخواست کرد که شکایت ایران رو مبنی بر عدم تخلیه کشور از نیروهای شوروی و مداخله مستقیم در امور داخلی ایران در شورای امنیت سازمان ملل دنبال کند و او رو سعی کنه که به جریان بگذاره. و در تاریخ اول فروردین 1325 دولت امریکا حسب یادداشت محرمانه ای که از آقای قوام به رئیس جمهور کار نوشته شده بود، یعنی این رو هم باز مخفی نگه داشت که فکر نکنن که خود قوام این کار رو کرده، مخفیانه از آقای رئیس جمهور شوروی امریکا ببخشید امریکا خواست که دولت امریکا یک اقدامی بکنه. به این جهت دولت امریکا یک یادداشت شدید لحنی برای دولت شوروی ارسال داشت که در آن عنوان شده بود: دولت امریکا به عنوان عضو ملل متحد و نیز امضا کننده اعلامیه سه جانبه تهران از آن دولت تقاضا دارد ظرف یک هفته پس از دریافت این یادداشت امر تخلیه ایران از ارتش سرخ را عملی نماید و چنانچه ظرف 6 هفته دولت روسیه شوروی کلیه ارتش خودش رو
از همه نقاط ایران خارج نکند، ارتش امریکا به ایران مراجعت خواهد کرد. در حقیقت اولتیماتوم هانری ترومن رئیس جمهور امریکا و بررسی مقدمات شکایت ایران در شورای امنیت بسیار کارساز شد. سفیر جدید شوروی به نام ساتچیکوف فوراً خودش رو به ایران رساند و با لحنی بسیار ملایم و روی خوش با دولت ایران به مذاکره پرداخت و دولت شوروی و اعلام کرد که دولت شوروی نیروی نظامی خود را از کرج و قزوین و شاهرود فرا خواهد خواند و پس از یک هفته شروع به تخلیه ایران می نماید. که این خیلی مهم بود، یعنی مهمترین مسئله بود که آقای قوام سلطنه بهش علاقمند بود. سرانجام در فروردین ماه ایران و شوروی پس از مذاکراتی که انجام شد به توافق کامل رسیدند. نتیجه به این شرح طی اعلامیه رسمی منتشر شد. یک، ارتش سرخ ظرف یک ماه و نیم تمام خاک ایران را تخلیه خواهد کرد. خب این بزرگترین امری بود که بایستی انجام میشه. دو، قرارداد ایجاد شرکت مختلط نفت ایران و شوروی و شرایط آن تا انقضاء 7 ماه آماده و برای تصویب به مجلس 15 پیشنهاد خواهد شد. خیلی خوب، این هم که شوروی ها رو راضی میکرد و اونها فکر میکردن که صاحب به اصطلاح مسائل نفتی خواهند شد. سوم، راجع به آذربایجان، چون موضوع امر داخلی دولت ایران است، ترتیب مسالمت آمیزی برای اجرای اصلاحات بر طبق قوانین موجود با روح خیرخواهی نسبت به اهالی آذربایجان داده خواهد شد. و 2 روز بعد از صدور این اعلامیه، قرارداد شرکت مختلط نفت ایران و شوروی هم به امضاء نمایندگان دو دولت رسید و دولت پس از تنظیم موافقت نامه فوق و ترک نیروی شوروی از مناطق شمال و غرب ایران، آن را به مجلس خواهد برد. با اقدامات سیاسی ماهرانه‌ای توانست که قضیه آذربایجان را حل و فصل کند و قوام سلطنه خیلی ماهرانه شروع کرد به بازی کردن. از اون جمله آقای قوام برای اینکه شوروی‌ها را بفریبد و همچنین حزب توده رو از تندروی‌هایش باز دارد، با موافقت پادشاه یک روز کابینه‌اش رو ترمیم کرد و 3 نفر از سران حزب توده رو به عنوان وزیر وارد کابینه‌اش کرد. دکتر مرتضی یزدی، ایرج اسکندری و دکتر فریدون کشاورز، که عملا این اقدام موجب شده بود که حزب توده کاملا ساکت بماند و در هیچ زمینه‌ای مخالفت با دولت نداشته باشد. اما در همین هنگام قشقایی‌ها به تحریک انگلستان سر به شورش برداشتند و همان امتیازاتی را خواستند که آذربایجان می‌خواست، که البته باز با درایت و مسالمت و نرم‌خویی شخص قوام سلطنه و مذاکراتی که ایشون با سفیر انگلستان در ایران کرد، این قضیه هم خاتمه پیدا کرد. حالا قوام سلطنه که موفقیت نسبی در خروج ارتش شوروی پیدا کرده و از این جهت کاملا آسوده خیال شده، تقریبا آرامش نسبی در سراسر کشور فراهم آمده و دیگه دغدغه‌ای
از حضور نیروهای شوروی در ایران ندارد، روز 25 مهر با مذاکرات قبلی و موافقت شخص اعلی حضرت استعفای کابینش رو به شاه تقدیم کرد. اما با گفتگوهایی که بین او و شاه گذشته بود، پادشاه دوباره خود ایشون رو به نخست وزیری برگزید و چون مجلسی هم وجود نداشت، در نتیجه نیازی به رأی تمایل یا رأی اعتماد نبود، قوام السلطنه به فرمان شاه نخست وزیر شد. خب کابینه جدیدش رو تشکیل داد، البته دیگر بدون حضور وزرای حزب توده، و اونها رو کنار گذاشت که همین سخت توده‌ای ها رو عصبانی کرد و مدت ها علیه او اقدامات شدیدی میکردن. در 14 مهر ماه همون سال انتخابات دوره 15 صادر شد که حدود 1 سال هم فترت داشتیم. با شروع انتخابات سراسری پادشاه فرمان داد برای نظارت در انتخابات آذربایجان یک نیروی منظم اعزام بشود. اما حکومت خودمختار آذربایجان که خبر نداشت چه وضعی پیش آمده است، با رفتن ارتش ایران به آذربایجان مخالفت کرد. ولی محمد رضا شاه که به تدریج با سران ارتش رابطه پیدا کرده و سران ارتش هم شاه جوان رو به عنوان فرمانده کل قوای بزرگ ارتش داران میشناسند، خیلی زود ارتش شاه رو به خودش جذب کرد و به تدریج حلقه محاصره‌ای به دور شاه کشید. روحیه محمد رضا شاه به کلی دگرگون شد. شاه و سران ارتش در آذر ماه به توافق رسیدند که نیروی کافی برای سرکوب متجاسرین به آذربایجان اعزام کنند. و روز 21 آذر ماه با ورود ارتش ایران به تبریز، سران حکومت خودمختار که از حمایت دولت شوروی محروم مانده بودند، ناگزیر روی به فرار گذاشتند و عملاً ظرف 24 ساعت قلعه آذربایجان خاتمه یافت. شاه برای دیدار آذربایجان با استقبال و همراهی کامل ارتش به تبریز وارد شد. من همینجا باید این مطلب رو بگم که من و 3 نفر دیگه از نمایندگان روزنامه کیهان و روزنامه اطلاعات و رادیو به عنوان خبرنگار پیش از حضور اعلی حضرت اینها وارد تبریز شده بودیم. تبریز خاکستری روش پشت بودن، هیچ خبری توش نبود. و چند روزی رو اعلی حضرت در میان ارتشی ها به سر برد. احترام و اعتقاد ارتشی ها شاه رو به گلی دگرگون نمود، به گونه ای که وقتی اعلی حضرت به تهران بازگشت، دیگر آن محمد رضای گوشه‌گیر فراری از دیدار رجال کنکار نبود. محمد رضا شاه در نخستین سخنرانیش در حضور بزرگان ایران اعلام کرد که در قضیه آذربایجان حاضر بودم مچ دستم را قطع کنند، ولی هرگز سند جدایی آذربایجان را امضا نمی کردم، زیرا آذربایجان سر ایران است. دوستان عزیزم، برای من که خودم شاهد بودم در آذربایجان چه گذشت، قصه شیرینیه. ولی
تمام نشد قصه‌مون. باید صبر کنید تا بقیه قصه رو و موضوع شرکت مختلط نفت ایران رو براتون در هفته آینده نقل کنم. روز و روزگارتون خوش. امیدوارم که این قصه رو مزه مزه کنید. مزه شیرین داشته باشه براتون. لذت ببرید ازش.